خب من سلام عرض میکنم، نازنین دانشور هستم. اینم ویدیو شماره 3 نه ببخشید 4 که در خدمت شما عرضم به خدمت شما. کماکان اتفاق خاصی در تهیه و کیفیت ویدیو نیفتاده. من فقط تنها کاری که یه خورده بزنم دوربینم جا و جا میکنم و یه خورده در واقع زاویه رو عوض میکنم تا کم نزدیکتر بشم، خودم حس بهتری میگرفتم. باز کماکان برام این اولویت نداشته، محتوا اولویت داشته. برگردیم سر بحث محتوا. توی ویدیو قبلی راجب یه مطلبی صحبت شد، راجب ستاره های درخشان سازمان چیکار باید بکنیم که دیده بشیم، چیکار باید بکنیم که اون مسیر توسعه رو بتیم تو سازمان ها طی بکنیم. من موقعی که مطلب اون تهیه میکردم واقعیتش یه سری چیزا به ذهنم میرسید، اینا رو مینوشتم و میدم اینا در اون دسته نمیگنجن. ما توی اون ویدیو سعی کردم بیشتر راجع به خصوصیات شخصی و چیزایی که فکر میکنم یک فرد باید داشته باشه و چیزایی که خودم تمرین میکنم صحبت میکنم و چیزایی که تجربه بهم نشونده. توی این ویدیو میریم سمت دیگه سازمان، یعنی فرد که یک نفر یا من داخل یه تیمی کار میکنم، اگر بخوام موفق باشم باید داخل اون تیم بتونم execute کنم، من بهترین آدم باشم، یک سری از المان ها رعایت نکنم یا دنبال نکنم مطمئن باشین اون مسیر موفقه به دست نمیاد. بنابراین این ویدیو شاید حتی از ویدیو قبلی یا این مطلب از مطلب ویدیو قبلی که خیلی محبت داشتین خیلی خیلی شاید مهمتر باشه. اینا بدون هم دیگه نمیتونن کار بکنن، بنابراین دو تا دنیای موازی نیستن و به هم دیگه مرتبطن. خب بریم سر اصل مطلب. پس میخوایم توی این محتوا راجع به این صحبت کنیم. اوکی، من اصلا تمام با فرض اینکه در دنیای ایدئال تمام اون خصوصیات ویدیوهای قبلی به اضافه چیزایی که خودتون فکر می‌کنین داشتین، الان باید چه اتفاقی بیفته؟ من آیا تبدیل میشم به اون آدمی که باید در داخل سازمانم؟ جواب من به این سوال نه، چون من اگر در داخل تیم نتونم درست اکزیکیوت کنم، کارهایی که باید بکنم رو درست در حقیقت نتونم نمایش بدم یا استفاده کنم یا تو مسیر درست با تیم حرکت بکنم، به نتیجه نخواهم رسید. موضوع اول بچه‌ها برای کار کردن توی یک سازمان یا توی تیم، اینم دوباره موضوع فاندامنتال رو من نوشتم شماره 0. ببینید اساساً باید شنونده خوبی باشی، نه اینکه فقط گوش بدی. ما خیلی وقتها داخل سازمان حرکت میکنیم و فقط گوش میدیم، یه چیزی به گوشمون میرسه، این میخواد در مورد همکارمون باشه، رجوع تیممون باشه، رجوع سازمان باشه و از کنارش میگذاریم. یا حتی اگر مطالبی که مرتبط به خود ما دارن میگن باز هم اونا رو به جد و به دقت بهشون گوش نمیدیم، زوایای موضوع رو متوجه نمیشه. بنابراین باز این شاید یه جنبه فردی هم پیدا میکنه، این مطالبی که داریم رجوعش حرف میزنیم یه بخش از توسعه فردی آدم هم هست. بنابراین اگر میخواین داخل یک تیم یک سازمانی کار بکنین، اول باید این گوشه رو تیز بکنین، حرفها رو عمیق بشنوین و گوش بدین بهشون در این حال که بفهمین دقیقا چه اتفاقی افتاد. بنابراین گوش دادن به صرف کافی نیست، شنفتن به صرف کافی نیست، باید به ذهن ما برسه، به مغز ما برسه، فکر بکنیم راجع بهش بتونیم ریاکشن نشون بدیم یا اصلا ریاکشن نشون ندیم، درک کاملی از مطلبی که به گوشمون رسیده داشته باشه. پس این نکته صفر و فاندامنتال ماجرای کار کردن داخل یک تیمی میخواد سر کار باشه یا هر جایی که باشه. موضوع بعدی، در یک محیطی که آدم‌ها داریم کار میکنیم، حضور ما و نقش ما و چگونگی حضور زیستن ما بسیار مهم. یعنی چی؟ من دوباره چند تا سناریو مطرح کنم. یه جلسه ای من نازنین دانشور دعوت کردن، حالا راجع جلسات واقعیتش تصمیم گرفتن صحبت کنیم، از ما موضوع جدی سر خود موضوع جلسات داریم اما اون الان موضوع نیست. من دعوت کردم داخل اون جلسه، یه موضوعی هم راجع به این گلدون روی میز مطرح، چون دو تا اپروچ وجود داره، یکی اینکه من ساکت اون گوشه میشینم، یکی اینکه من حرف میزنم، من با ایده های جدید حرف میزنم، من پرسپکتیو و زوایای مختلف موضوع رو سعی میکنم اونجا باز کنم، سعی میکنم توش مشارکت کنم. پس بنابراین توی یک سازمانی که دارین کار میکنین، توی یک تیمی که کار میکنین، خیلی سادهش باید حرف بزنین. حالا حرف درست زدن، چه گفتن چه نگفتن موضوع الانمون نیست، اما از فضای ساکت و اون گوشه قایم شدن و نبودن و فکر نکردن و راه حل ساده رو انتخاب کردن باید در بیان. پس این یه موضوعه. بنابراین برای
حضور در جلسات بین تیم ها، بین همکارهاتون، این میتونه صحبت با یه همکار باشه، میتونه با مدیر باشه، میتونه با یه تیم باشه، میتونه با تیم بغلی باشه، هر چیزی، نترسید صحبت کنین. باید ایده های جدید بدین، باید فکرهای جدید بدین، باید خلاقیتتون رو اونجا نشون بدین، باید زوایای مختلفی رو تحلیل کنین و این مغز رو راه بندازین راجع به اون موضوع و خودتون رو درگیر بکنین که بعد نتیجهش میشه اون صحبت کردنه، اون حرف زدنه که بتونین خودتون رو پرزنت کنین. این یه تیکشه. یه تیکه دیگه هم که به ذهنم رسید به نظر مهمه که حواسمون بهش باشه، خیلی وقتا یه سری کارهای تیمی انجام میشه، شما یه بخشی از اون فرد، یعنی میرین داخل یه جلسه ای، این رو صرفا مثال میگم، خیلی هم نمیخوام روش وایسم چون با یه بخشایش من خودم زاویه دارم. میرین داخل اون جلسه هه. فرض کنیم من و شما داریم یه کاری انجام میدیم، من شروع میکنم پرزنت کنم، آره این پروژه انجام شد، اینطوری انجام شد، اونطوری انجام شد، شما یه بخشی از این پروژه بودین، ساکت هم همینجوری تماشا میکنید. برای کاری که کردین توی جلسات کردیت درست بگیرید، نه اینکه یهو بپرین وسط آی منم بودم فلان، نه اصلا فضا میتونی ادبیات من نازنین دانشور به یه جور دیگه، آره این پروژه موقعی که با نازنین تعریف شد این بخشش رو نازنین انجام داد، این بخشش رو من انجام دادم، تو اون بخش من سعی کردم این زبانی رو، یعنی همونجا اون اعتبار رو داریم برای خودتون میخریم. پس نشون میدین که شما درگیر فضای کار کردن بودین، درگیر پروژه بودین، یه سایلنت پارتنر، یه آدم خاموش اون گوشه نیستین. اینو به عنوان یه نکته چی میگن قدیمی‌ها یه چیزی تو مشق می‌نوشتن، مثلا یه چیزی اسمش هم یادم رفت، اون گوشه بنویسین، آدم نیست ببخشید، خلاص این بغل بنویسین، فقط حواستون به این نکته ظریف باشه، چون خیلی از آدمایی که توی پروژه ها کار میکنن یا کار تیم میکنن توی مرحله آخر که با خودشون رو به تیم، به مدیرا، به بغلیا، اینوری یا اونوری یا پرزنت کنن جا میزنن، ترجمه نه ساکت وایسن ببینن حالا تاش نتیجه خوب میشه، شاکی بشن، نتیجه بد میشن، خب منم کی بود کی بود، من نبودم، منم که صدام در نیومده، اون آدمه در هر صورت فرقی واسه نتیجه نپوشید. موضوع بعدی بچه ها، این موضوع یه خورده کلیه، من سعی کردم یه سری جزئیات راجبش بیارم، اما راجبش کتاب ها هست، مقاله هست. ارتباط تیمی، ارتباط فردی، ارتباط تیمی و فردی زوایای مختلفی داره. من فقط یه چند تا موضوع رو بهش اشاره میکنم که به نظر موضوعات مهمتری بوده. توی مسیر کار کردن با آدم ها، این میخواد خواهرمون باشه، برادرمون باشه، همکارمون باشه، مدیرمون باشه، تعارض و اختلاف نظر خیلی پیش میاد. حتی یه موضوعی که متاسفانه ما توی ایران من خیلی پررنگ میدیدم و میبینم اینه که ما مسائل رو به جای اینکه کاری ببینیم سر کار، مسائل رو شخصی میکنیم. اگر من از یکی انتقاد میکنم، طرف نقطه آمال و آرزوهاش میشینه که من نابودم. اصلا همچه چیز نیست. اولا به نظر من آدم های حرفه‌ای یا کسایی که تو مسیر حرفه‌ای حرکت میکنن، یواش یواش شما این دوتا رو از هم تفکیک کردن. پس تفکیک کنید. اگر کسی به شما فیدبک میده، اگر کسی به شما حرفی میزنه، راجع به اون موضوع داره صحبت می‌کنه، راجع به کسی شخصیت شما رو نشون نگرفته، کسی دنبال کوبیدن شخصیت. و البته که این رو باز دارم میگم، خواهش می‌کنم یه سری نمی، آی من یک نفر رو داشتم که از روی من رد شد و می‌خواست منو نابود کنه، همیشه کیس استثنا است، من راجع به اون صحبت نمی‌کنم، من راجع به کیس عموم صحبت می‌کنم. اگر نمایید کاری من با یکی صحبت می‌کنه، اگر کسی به کسی فیدبک میده، اگر من میگم نازنین اصلا این پروژه خوب پیش نرفته، اصلا اینطوری نبوده، اصلا اونطوری نبوده، فیدبکی که بچه ها اکثر مواقع من میدیدم این بود که طرف نابود میشود. بعد حالا مثلا من به جای اینکه تمرکز کنم روی اینکه آقا روی پروژه و چرا خوب پیش نرفته و چیکار کنیم، ما هم دیگه صحبت کنیم، باید مثلا خانم یا آقا رو جمع، آقا به خدا من که با تو کاری نداشتم، ما با هم چهار تا کار خوب انجام دادیم، من با تو خوشحالم، من با تو فلان، اما روی این کیس وسط. پس ببخشید من این موضوع قاطی شد. یک، توی مسیر همکاری با تیم‌ها تفکیک مسئله شخصی و حرفه‌ای، شخصیتی و حرفه‌ای رو از هم اینو تمرین کنین، این ریگاردلس و فرای بحث هر موضوعی، کار، پروژه، تسک جدا، شخصیت آدم ها نشونه رفتن جدا، در فیدبک دادن و مسیر حرکت کردن هم این دوتا رو خودتون هم حواستون باشه. اما تو مسیر کار کردن با آدم ها، بالاخره آدمیزاد ما که ماشین نیستیم، ناراحتی پیش میاد، تعارض پیش میاد، اختلاف نظر پیش میاد. بچه‌ها باز گفتم راجع به اینا کتاب ها هست، مقاله هست، نحوه حل کردن تعارض رو یاد بگیریم. من همیشه اصطلاحی دارم، ببخشید اگر ممکن ناراحتتون میکنم، اما باید بزرگ بشیم، ما باید بزرگ رفتار کنیم،
ما باید در شأن رفتار بکنیم، با قهر کردن، ناراحت شدن، به هم برخورد، با من بد حرف زد، اینا نداریم. اینا رفتار محیط کار نیست. اینا شاید مامان ما قبول بکنه از ما، شاید تو خونه بخوایم نازی، اما فضای کاری همچه فضایی رو نمیپذیره. به خداوندی خدا اگر در شرکت های خارجی همچه رفتاری انجام اصلا میگم بابا این اصلا حداقل رفتار حرفه ای سازمانی رو طرف بلد نیست یا خیلی ضعیفه توش. برای همین هم از خیلی از ما ایرانی ها از ایران که مهاجرت میکنیم، مسئله اصلیمون توی مثلا همین تو آلمان یا جای مختلف اون اسکیل ست هارد اسکیلمون نیست، ما رفتارهای سازمانی و رفتار حرفه ای رو خیلی کم بلدیم. پس بنابراین مدیریت تعارض، مدیریت اختلاف نظر، مدیریت اصلا رفع دلخوری یا ناراحتی یا شفاف شدن موضوع یکی از تسکای مهم توی کار کردن با همکار است. اینا خواهش میکنم جدی بگیرید. موضوع دوم، موضوع بعدی دیدن همکاراتونه. بچه ها از کنار همدیگه، من حالا اصطلاحی خودم دارم، سعی میکنم اونجا به کار نبرم، من کسی من از نزدیک میشستم شاید یه خورده آشنا شدم. اصلا من همیشه مثلا زمان آدم ها مثل دوتا درخت که از کنار هم دیگه نباید رد بشن، مثل دوتا ماشین که از کنار هم دیگه نباید رد بشن. آدم ها آدم هن. آدم ها همدیگه رو ببینن، آدم ها همدیگه رو درک کنن، آدم ها با هم حرف بزنن، نسبت به همدیگه ریاکشن نشون بدن، نسبت به همدیگه به موضوع بعدی سپورت نشون بدن، نسبت به همدیگه ایجاد درگیری شخصی بکنن. من اگر از کنار شما رد شدم و دیدم شما پریشونین و فلان، دودش تو چشم خودم میره، این نتیجه رفتار من که من خوشحالم، حالا بذار مثلا پریسام اینطوری باشه، اینطوری نیست. پس همکارتون ببینین، نکته اول شرایطشون رو درک بکنین و همکارتون رو ساپورت بکنین. حالا توی محیط‌های کاری این موضوع خیلی توی همکاری تیم پررنگ، اما همکاری تیمی موضوعات بسیار بسیار مفصلی از بالا تا پایین داره. من فکر کنم فرض کنم که فقط دو سه تا موضوع مهم بشه بگم. یه موضوعی که به موضوع بعدیمونم برمیگرده، من میخوام راجع به ارتباط با مدیر صحبت کنم. بچه ها مدیریت مدیر یه تسکه. مدیریت حالا شاید در فضای کشوری یا شرکتی بگن اذهان عمومی یا هر چیزی که هست، مدیریت مدیر یه تسکه. از این سه کتاب ها هست با حد تحت همین عنوان، این که شما با مدیرتون چجوری باید رفتار بکنید، جنس رابطتون با مدیر باید چجوری باشه. اولا موضوع اصلی چه در ارتباط با همکاران، با تیم، حالا میخواید بچه من راجع وقت دارم راجع همکار هفته، فقط راجع اون کسی که داخل تیم خودتون هست صحبت نمی کنم، اما راجع تمامی همکارانی که در تیم‌های مقابل و این طرف و اون طرف هم هستن دارم حرف میزنم. یک بخشی که مدیر هم از نظر من یک همکاره با یک سری خصوصیات متفاوت، یه موضوع که بین همه اینا مشترکه بحث فضای فیدبک، فیدبک دادن، فیدبک گرفت. باز هم من ترجیح دادم که موضوع فیدبک رو ببرم توی یه جای دیگه، به نظرم موضوع زیاد داره، اصلا ظرافت و موضوع و دیتیل زیاد داره، اما تسک فیدبک دادن و فیدبک گرفتن علل خصوص توی ارتباط با مدیر بسیار پررنگه. شماها نشینین یه گوشه بگین آقا من صدا میکنه به هم میگه، شما صداش کنین، نظر چیه، من این کارو کردم، میخوام اون کارو بکنم، تو فیدبک چیه، پروژه رو چجوری دیدی، چطور بود، خوشحالی نیستی. موضوع بعدی جنس ارتباط با مدیره. ارتباطتون رو با مدیرتون باید عمیق بکنید، نه ارتباط بزنیم بریم آخر هفته با هم جوجه بخوریم، که من واقعیتش یه خورده زاویه دارم. جنس صمیمیت در فضای کار یه جنسه و ایرادی هم نداره، یه حد اقل ها و حد اکثر هایی داره. به مراتب مثلا بارها شده و من به مدیرام میگفتم آقا این که با هم بریم جاده شما رو جوج بزنیم، بعد از اونجا بریم نوشهر یه کاری بکنیم، بعد دور بزنیم بیان پس ورده این بند خدا رو تو بخوای توبیخ کنیم، میمونی دور و در بسیا. ما اینجا اومدیم اول کار کنیم بعد رفاقت کنیم. اگر رفاقتی هست بیرون این در نمیشم این دوتا رو با هم خیلی مدیریت کرد، سخته. به خصوص تو فرهنگ ما، به خصوص تو مدل عواطف و احساسات و نوع نگاه ما، اینا مشکلی که بخوایم با هم پیش ببریم. بنابراین جنس ارتباط با مدیر وقتی میگم عمیقه، از درک متقابل در فضای حرفه‌ای میاد. یعنی اینکه شما اگر مدیر منین، من یه درک نسبت به شرایط شما داشته باشم، نسبت به مشکلات داشته باشم، باهاتون بیشتر صحبت کنم، باهاتون بیشتر همراهی بکنم، بشنوم، بگم و مشارکت داشته باشم تو اینکه اون فضا رو بسازم. اصلا ممکنه مدیر در یک فضای بحرانی شخصی داشته باشه، کاری داشته، یا هر چیزی که هست. بنابراین
یک، فقط انتظار نداشته باشین که مدیر صداتون کنه، حتما پیش قدم بشین، فضای فیدبک رو جدی بگیرین، جنس رابطتون رو با مدیر عمیق بکنین. و از اون طرف هم خواهش میکنم ازتون، باز این تاکید میکنم دوباره به فضای خونه برمید، همش انتظار درک شدن نداشته باشین. این درک یک مسئله متقابله که بین پرسنل و مدیر و همکار باید به یه طرز درک مساوی بتونه. یه موضوعی که توی ویدیو قبلی هم راجع بهش صحبت کردیم به نظرم در فضاهای تیم و شرکت هم خیلی مهمه، حالی اصطلاحی هست بهش میگن، یکی از مدیرعاملهای شرکت معروف راجع بهش صحبت میگم، میگه من سالها این جمله رو پیاده سازی کردم، one step further، یک قدم جلوتر. در فضای همکاری، توی فضای تیمی، با تیم‌های بغلی، با تیم‌های اینوری، اونوری، آقا یه قدم جلوتر باشین از اون چیزی که میخوان، از اون چیزی که از شما انتظار داره. و این به شدت دوباره شما رو در فضای شرکت بولد میکنه، شما شروع میکنین چشمک زدن، این آدم آدمی نیست توی چارچوب بمونه، از چارچوب یه قدم بیشتر میره و سعی میکنه کمک کنه. موضوع بعدی دوباره موضوع ظریفه بچه‌ها. من هی نوشتم توضیح میدم منظورم چیه. محترم باشیم، یعنی منظورم چیه، نه که ما نامحترمیم، منظورم اینه که به یک سری از مطالب باید احترام بذاریم و احترام متقابل دریافت بکنیم. شاید باز میگم چون ظرافت داره این موضوع دارم میگم، بچه ها رعایت کردن پوشش حرفه‌ای سازمان، من موضوع اصلا حجاب و مجاب و اینا نیست که بکنم تکلیفم مشخص، اصلا من در اون فضا حرکت، پوشش سازمانی و سرکار رفتن درس کد داره. مثال دارم میزنم، باز به آلمان برمیگردم یا هر کشوری، این اصلا یک کاتگوری لباس پوشیدن اونجاست، بهش یک کاتگوری لباس پوشیدن اونجاست. بخاطر اینکه میگه خانم آقا شما برای سرکار اومدن یک سری حداقل باید تمیز باشی، ظریف باشی، نظیف باشی، لباس هایی رو بپوشی که فضای چی میگن فضا رو مدیریت کنه، همگام باشه با استاندارد های یک شرکت یک سازمان. من به دفعات دیدم از کسی که نظافت شخصش رو رعایت نمی کرده تا کسی که لباسی میپوشیده که بقیه توی جلسه مواظب، من به عنوان خانم مواظب بودم، ما نباید این کار رو، اینا درست نیست. مسیر قرتی بازی، مسیر تفریح، مسیر فضاهای بیرون بیرونشه که لباس ما آقا بعدش به مهمونی میخوایم فلا هر کاری میخوایم به اون به خودتون ارتباط داره، اما اون مال بعد کاره. من این بلوزه که میپوشم که این ویدیو رو، این بلوزه سر کار منه، اینجا هم جلسه میرم همینم، آدم هایی هم که اینجا جلسه میرن و کار میکنن همینم، لایشون هم مسئله لایمر بالا تک و چبای شیکتر میپوشم، میاد پایین تک و چبای خود اینوری تر میپوشم، فرقی نمیکنه. اما دریس کد داره، یک سری استاندارد ها داره، پوشش داخل شرکت، اونها رو رعایت بکنیم. شما با هم این اصلا کلن، شما با پوششی که میرین پارتی، با اونی که میرین پاساژ گردی، با اونی که میرین کافی شاپ، با اونی که فلان میکنی تو فضای کار نباید داره. اینها المان های یک آدم ها ما رو میبینن و خودمون نسبت خودمون پرسپکتیو داریم، زاویه دید داریم، اینها رو باید کنار همدیگه رعایت کنیم. حالا اینا رو میگم من، نمیدونم، سلام بابا اگر بابا ویدیو رو میبینه که نمیدونم، یه زمانی اینا رو بابا هم بایم توضیح میده، من میخوام دانشگاه میفهم مهمونی، هیچ ما یادم نمیخونه، ما یه حالی داشت، من هر جا که میخواست من از یه حاله رد میشم، من بابا مامانم یه دو من مانیتور میگم، بعد اون زمان این مانتوهای خیلی بلند، من هم سعی میکنم اونا رو بپوشم که اصلا بعد حالا بمانه دستگیر میشدم، خیلی برام زور میامن، ما یعنی چی دلم میخواد اینطوری بگم دلم، به تمام صحبت پدرم همیشه این میگفت تفکیک کن، فضای دانشگاه یه چیزه، فضای کار یه چیزه، فضا. و بعد که بزرگ شدم درک کردم، بیشتر دیدم، تجربه کردم، واقعا پس لطفاً اینها رو تفکیک کنین به اندازه درست و متناسب با اون فضاها یک سری از کارها رو انجام بدین. اینا همشون یه رنگ و یه تعریف نداره. موضوع بعد، رفتار سازمانی. بچه ها باز بگیر خوش. باز همون مثالی که تو قبل زدم، اون رفتاری که تو کافی شاپ میکنین، تو خونه میکنین، تو مهمونی میکنین، تو محل کار میکنین، اینا از
من یه چیزی باز تاکید بکنم ها، برگم به ویدیو قبلی، ما یک سری نجات یافتگان داریم، یه سری آدمایی داریم که متفاوته. من در مورد جون آدمای متفاوت صحبت می‌کنم. جون نجات یافتگان که دلت می‌خواد بریم بکنم از اون رو کار ندارم. اون هم یک مسیره کاملا قابل احترام، همه سازمان همه دنیا با اونها نیازمنده. اون بحثش شد. من در مورد راجع موضوع دوم صحبت مثال دارم می‌زنم. نشستم من تو دفتر کارم یا نشستم پشت میزم نه چه مثالی بزنم خدا رو خوش بیاد نمیخوام مثال بزنم چون ممکن بچه هایی که میبینم متوجه مثال های من بشه شاید مثال بزنم که زیاد شاید چیزشو نداشته سمینی بعد یه خورم اگزاجره میخوام بکنم یه نفر پشت میزش پاهاشو گذاشته روی میز توی فضای اوپن آفیس خوابیده حالا دازه این مثال خیلی چیزه یا یک نفر نشسته جانه یه همینی یکی ریسه میره نابود میشه صدای قهقه بلند بابا اینه رفتار سازمانی نیست رفتار سازمانی یعنی چی؟ اشکال نداره شما میخوایم بخندین دمتونم بگم اصلا هیچ مشکل نداره اما چهار نفر آدم دیگه دارن کار میکنن یا شما که پاتو میذاری بالا در فضای رسمی سازمان جوش نیست شرکت ها فضای استراحت دارن فضای این ها یا اصلا خستی همون خداحافظ خونه مثال دارم ازم یک سری حداقل ها هست که توی رفتارهای سازمانی حالا رفتار سازمانی مفصل میتونیم صحبت کنیم مفصل اما یک سری از چیزها هست که قوانین سازمان قوانین ناگفته سازمان قوانین گفته سازمان من راجع به ناگفته دارم صحبت یک سری چیزها باید تو محیط کار حرفه‌ای توسط ما رعایت بشه. من واقعاً دارم مثال‌های درستی نمی‌خوام بزنم. واقعاً اینکه ذهنم واقعاً هم همراهی نمی‌کنه. همین که به نظرم خودمون خیلی چیزایی چیزایی که به چشم خودتون عجیب اومده. واقعاً این چطور اینجوریه؟ اون چون مثال دارم می‌زنم. شاید روی صحبتم به خانم‌هاست با همه احترامی که قائلم. بچه‌ها این تیک صورت نیاز نیست تبدیل بشه به مدلی که شما عروسی هم تشریف می‌برید به محل کارتون. محل کار دیگه یه سری خوبه آدم ها با خودشون برسن سرکار باشن شد اما اگزاجره نکنین که به چشم آدم ها بیاد سنند حالا اینو میگم بخندین با یک از دوستان رفتم بانک چند روز پیش اینجا آلمانی هم بود توی صفحه مایسون اون خانومه که کار بانکی رو میکرد یک آرویش عجیب اصلا اون جلوی ما داشت کامل میداد عقبی داشت کامل اما خیلی خیلی اگزاجره بود که برای اون محیط کار مناسب نبود البته من کار همه هم کنده انجام میدادن همه شاکی شدن فلان اما این موضوعات به هم ارتباطی نداره اما منظورم این که محیط کاری رو در سطح محیط کاری نگه دارین کارهایی نکنین که این ویژه سازمان نیست ما برای سر کار رفتن کار عجیب غریبی نباید بکنیم باید حداقل های یک سازمان رعایت کنیم موضوع بعدی موضوع احترام به قوانین سازمانه بچه ها این که ما لیبرال باشیم نمیدونم آقا بر من مهم نیست اصلا فلا نیست شرکت هی نیه تذکره اگر یک چیزی ایمیل شد بابا به خدا این آزادیه نمیدونم این آزادی نیست اسمش اگر من انتخاب کنم در یک سازمانی کار کنم با یک تیمی کار کنم باید موظفم به قوانین اون تیم برای راحتی هممون از جمله خودم احترام بذارم مثال دارم میزنم یک زمانی ما توی تخفیف آنالی یه مسئله چیز داشتیم ما ناخوری داشتیم ناخوری بسته شد ناخوری باز شد فرنم توی بازی زمانی گفتیم آقا لطفا سر یه ساعتی دیگه همه برم یه رنج ساعت منو بنسنیم نمیگم برم نهار بخورن به لطفا نهارتون بیم پایین بخورین توی ناخوری فرس که من الان خودم بسنم آقا من دوست ندارم برم میشینم پشت میز قرمه سبزی رو داغ میکنم اوپن آفیس هم هست هر کس آخ چه بویی میاد بابا اینا چیزهای ساده است کنار یا ساعت کاری شرکت از این ساعت تا اون ساعت حالا یه لشکر باید راه بیفته دنبال من نازنین جان ساعت کی ساعت 10 بود ساعت 9 بود من تازه 12 و نیم چشمامو دارم میمالم میام آره دیشب نخوابی بابا اینا کار آدمهای حرفه‌ای نیست اینا یک سری از رفتارهای منه که یه بخشی از کودکی هنوز تون جاریه یه نفر مثلا با بهش مامان و هی به ما تازه اینا دیگه واقعا خط قرمزا صادق بنه پس بنابراین اگر رفتارهای سازمانی انتظارات سازمان با چیزی که تو ذهن شما جور در نمیاد یک اونو باید صحبت کنین و به نظرم با سازمان به یه توافق برسین حالا یه توافق خروج یا توافق راجع به تعدیل شده اگر نرسید یا نکنین که موظف به رعایت ما
چون قوانین برای من نیست، قوانین برای یه سازمانه. اگر به من گفته میشه آقا ساعت 9 ساعت شروع کار شرکته، برای اینه که به 10 نفر دیگه هم همین گفته شده و اینکه به تیم بغلی هم گفته شده که پس بعد اگر یک نفر بارها به گوش من رسید من میرم فلان تیم نیستیش که پشت میشه. خب آقا سازمان اومده اعلام که بعد مثلا ما مدیر آقا چه بچه ها ساعت 12 میان سر کار. به خدا به خدای عهد و واحد اینها دیگه چیزای بیسیکه، ما داریم راجع به مسئله بیسیک صحبت میکنیم. پس بنابراین لطفاً این چه در گروه نجات یافتگانی چه در گروه شما احترام قوانین سازمانی ها داشته باشه. و موضوع بعدی اخلاق مدار بودن، که فکر میکنم اخلاق مداری دوباره یک سرفصل مفصل داره و باز بهش اشاره خواهم کرد. موضوع مهم دیگه که توی فضای کار تیمی و سازمانی در سطح سازمان مهمه، بچه انگیج بودن، ما مشارکت داشتن شماست. بارها پیش میاد مسائلی تو سازمان پیش میاد، یه پروژه ریز میشه، یه چیزی اینیشیتیوی یا ایده جدیدی یه چیزی میاد، داوطلب باشین، منتظر نباشین میان شما رو بکشن، شما برین داخل مسائل. این مربوط به HR میاد یه چیزی تعریف میکنه، تیم بغلی میاد یه چیزی تعریف میکنه، اصلا هر جایی که تعریف میشه این اینترست رو نشون بدین، بگین آقا من دوست دارم که اون پروژه درگیر بشم، منو درگیر کنین و وقت بذارین، زمان بذارین و به خودتون رو توی اون فضا بشناسین. مثلا نمیگم اگه یک جای پرزنتیشن میخوان تیم معرفی شه، آقا دستتون ببرین بالا، من میخوام تیممونو معرفی کنم. اگه همکار جدیدی داره میاد به مدیرتون میگه آقای مدیر، آقای اچ آر، من میخوام اون آدمی باشم که این آدم رو آنبورد میکنم، ببرم جاها نشون بدم، دو سه روز کنارش باشم، اون حالا یه سری نقشه رو معمولا منابع انسانی توی تیم‌ها تعریف میکنم، منتورشون باشم یا هر چیزی که هست، کمک کنم توی اون فضای دیده بشم، کارهای مشارکتی داشته باشم که به رشد خودم به رشد آدمای دیگه کمک میکنه، توی فضای آموزشی انگیج بشم. بارها شده سازمان‌ها میان دوره برگزار میکنه، آدمو نمیان، پولش هم میدن. انگیج باشین توی دوره ها، مشارکت کنین، خودتون دوره برگزار کنین، میگه آقا من فلان توانمندی دارم و میتونم پیش ببرم. و حالا در کنار مشارکت کردن معمولا شرکت یه سری کانال ارتباطی داره، یکی اسلک داره، یکی نمیدونم راکت داره، جاهای ما بچه اونجا مشارکت داشته باشین. اونجا مثل تابلوی قدیمی اعلانات نیستش که آدم ها با هم حرف بزنن، توی فضایی گذاشن که آدم ها اینتراکشن داشته شد. سعی کنیم فضای مشارکت و انگیجمنت رو ببریم بالا، اونجوریه که دوباره حضور شما توی سازمان نسبت به تیم ها نسبت به مسائل پررنگ میشه. که داشتم یه مطلبی رو میخوندم چند روز پیش راجع به بی‌تفاوتی، حالا جملهشو دقیق یادم نیست، اما خلاصه مطلب این رو میگفتش که آقا بی‌تفاوتی نسبت به بقیه، نسبت به دنیا، اونها رو اذیت نمیکنه، شما رو نابود میکنه، چون یواش یواش این ذهنه، این بدنه، این فضای هی درجه اینتراکشنش میاد بالا، اول شما یه تیکه سنگی میسازه که نسبت به هیچ چیزی هیچ اتفاقی نشون میده. پس بی تفاوت نباشین، مشارکت داشته باشین، انگیج باشین، خودتون رو نشون بدین. و حالا میرسیم به یک سری مطالبی که در این راستا داره صحبت. موضوع بعد، موضوع نتورکینگ و شبکه سازی. باز راجع به نتورکینگ تصمیم گرفتم جدا صحبت کنم، چون خیلی هم سوال پرسیده بودین، مثلا من موضوع بسیار مهمه، یکی از درس مهم زندگی خود من هست. اما ما نتورکینگ توی دو تا زاویه داریم، نتورکینگ داخل شرکتی داریم، نتورکینگ بیرون شرکتی داریم. بچه ها یه فضای خیلی خوبی که میتونیم این نتورک داخل شرکتی استفاده کنیم فضاهای نهاره. طور قرآن خیلی خوبه که با بچه های تیم خودتون میرین نهارا، حتی هم بریم محمد باشیم، اما آدم های دیگه تو تیم های دیگه هم هستن، میتونین اکتیولی برین سراغشون. یا کاری که من اون زمانی که قبل سم بیام تخفیف ما یادم که برنامه نویس بودم، خیلی دوست داشتم بفهمم بیزنس چجوری کار میکنه. خب کسی هم که نمیشناختم، تازه هم رسیده بودم فلان، یه همه شبش کاری که کردم، آدم های بیزنسی و بالاخره آدم جای مختلف میبینه، یکی تو تیم بیزنس کار میکنه، یکی تو پروداکت کار میکنه، یکی یعنی آدم هایی که میفهمن فضای بیزنس. شروع کردم از اینا خواهش کردن که میشه با هم دیگه نهار بریم بیرون. میرفتم و شروع سوال پرسیدن، یه اول یک دو سه چهار پنج همین جوری سوال ها اومد و بعد در کنارش میخوندم و فلان. این معنی ها هم دوست پیدا میکنم که بهشون میتونستم مراجعه بکنم، هم فضای شرکت برام فضای دلنشین تر میشد، هم جواب سوال خودم داشتم میگرفتم. پس در مورد نتورکینگ یا فضای شرکتی لطفا اینو جدی بگیرین، در کنار شبکه سازی داخل تیمی شما دقیقا شاید 90% تیم بیرون تیم شما قرار گرفتن، از این فرصت استفاده کنیم، با فیلدهای جدید داشته باشیم، با موضوعات جدید داشته باشیم. نتورکینگ بیرون شرکتی هم که حالا میگم باز راجعش صحبت می‌کنیم، یه خورده ظرافت‌های خودشو داره، اما
ایونت های مرتبط، ایونت های کمی مرتبط، غیر مرتبط، جاهایی هم که خب خیلی میتونم به این فضای کمک کنم. اما به نظر من توی فضای سازمانی حالا اون موضوع، موضوع شماره دو در یک کانتکس دیگه کاربرد پیدا می‌کنه. موضوع شماره یک اینه که شما نتورکتون رو داخل سازمان تقویت کنین و برین چه. موضوع بعدی از اون موضوع هست که قلبم رو به درد میاره. بچه ها ارزش درست رو پروموت کنیم، کار خوب رو پروموت کنیم، تشویق کنیم، ببینیم. خیلی وقتا به جای اینکه ما کار خوبه رو ببینیم، اتفاق درسته رو ببینیم، بیشتر دنبال اینیم که اون آدمه رو، بعد ناخودآگاه میریم توی حواشی موضوع. مثال دارم میزنم، فرض کنین اصلا یه پریسایی هست، یه نازنین، حالا پریسا چرا بول شد، پریسا از من خوشش نمیاد، به هزار اندی دلیل احساس میکنه من فلان، اما نازنین رفته یه کار خوبی انجام میده، یه پروژه رو به نتیجه رسونده، یه اتفاق و تغییر رو رقم زده، هر چیزی که هست. دو تا اپروش اینجا هست. یک، من که با نازنین که مشکل دارم ولی شنگور باباش بنایی میخوره. یکی اینکه بابا ما اینجا با شخصیت آدم کار نمیم، با تو محیط کاری من این آدم دلیور کرده، این آدم موفق بود، این کارشو من میتونم تشویق کنم، ازش میتونم تشکر کنم، ازش میتونم ببینم این کار رو. من خواهشی که ازتون دارم، فضای حاشیه و حواشی، چیزی که برای من همیشه خط قرمز بوده و هست رو لطفا از ذهنتون بزنید. از جمع هایی که حاشیه، دنبال حاشیه، دنبال حرف زدن، دنبال خاله زنگوازی، سبزی پاک کرد، اونا جاش جای دیگه است. من وقت اضافه ندارم، بیام تو محیط کار بشینم انرژیمو جای دیگه صرف کنم. از اون جمع ها بیام بیرون، ارزش های درست، کارهای درست، کارهای با قدرت داخل سازمان رو ببینین، اونها رو پروموت کنین، تشویق کنین. فضای کانال های ارتباطی که بهتون گفتم یک فضای بسیار خوبیه برای اینکه موفقیت همکاراتون رو اصطلاحا نور روش بندازین. به بقیه هم بگین برین اونجا اکتیولی بگین نازنین امروز این کارو کرد، دمت گرم نازنین، خیلی ممنون، می‌خواستم اینجا ازش تشکر کنم، فلانی فلان. من خودم به شدت توی مسئله ایراد دارم و به نظرم جای رشد بسیار زیاده، اما همیشه پس ذهنم این مسئله بوده. بنابراین خواهشی که ازتون دارم، موفقیت همکارو ببینین. دو، ارزش‌های درست رو پروموت کنین. اگر کسی کاری رو کرد که نیاز، یعنی نیاز نه، درسته که باید دیده بشه و پروموت بشه، حتما اون رو بازگو بکنید در جمع‌های خودمانی، تو گروه‌ها فعلا، و کار درست رو انجام بدید بچه‌ها و با شخصیت آدم ها کار نشه بشه. موضوع فیدبک رو بهش اشاره کردم، به نظرم باز حالا صرف یه تاکید مؤکد، در حقیقت موضوع بسیار مهمی داخل سازمان، فیدبک از همکارای تیم، همکارای تیم‌های بغلی، مدیر، حالا مدل فیدبک گرفتن، چی گفتن، چی شنیدن، چه جوری اجرا کردن، یه ماجرای مفصله، اما اگر میدونید حتما اون رو جزء سرفصل اصلیتون قرار بدید. موضوع بعدی اینه که سعی کنین داخل سازمان یه منتوری پیدا کنین. سخته، آدم‌هایی که حاضر باشن برای شما وقت بذارن، انرژی بذارن، چه جوری اون آدم رو اینگیج کنن، این خیلی به شما برمیگرده و البته انتخاب منتور درست، کسی که بتونه اصطلاحاً تاتی تاتی کنه. آقا لطفاً نرین دست بزنین روی مدیر ارشدی که بنده خدا اینو آرشان وقت نداره. از بچه یه لایه بالاتر، از کسایی که با شما ارتباط دارن، ازشون خواهش کنین به شما راهنمایی بدن، با شما کار بکنن، مطالبتون ببرین، هر چنگای با هم نهار بریم بیرون، با هم این قدم بزنیم بعد کاری، هر چیزی که به شما فضا بدن، کمک کنن که شما یه خورده مسیرها براتون شفاف بشه، جلوی راه شفاف بشه. و این مطلبی که میگم بچه‌ها، یک بودش دوباره به رشد شخصی برمیگرده، یه بودش برمیگرده توی فضای کار. اون موقع من اگر دنبال همچین فضایی باشم، یه روزی اگر رفتم به پریسا گفتم پریسا منتور من باش، پریسا من کمک کرده، یه روزی توی جلسه‌ای که پریسا آدم ارشد تری میپرسم، پریسا میگه آره بابا این آدم همش مال آموزشه، این آدم اتیتیود متفاوتی داره، قاعدتا ما دنبال فیلم بازی کردن نیستیم، ما دنبال یادگیری هستیم، اما ناخودآگاه ایجاد و مسیرهای یادگیری به ما کمک میکنه که ما اون آدم بولد و در حقیقت پررنگ داخل سازمان باشیم. یه مسئله که به نظرم بسیار بسیار مهمه، اینم جز اونه که قلب منو درد میاره، گرمه، یار تیم های دیگه باشیم. بارها پیش اومده بچه ها، من این کتابه جلو میام، آقا من همینو میخونم بعد
میگم خب فلانی اومد حرف زد. میبینم تیما به جایی که به همدیگه کمک کنن، حرف همدیگه رو بشنون که به اون موضوع فاندامنتال هم برمیگه، همدیگه رو سنگ کلاب میکنن. و این فاجعه است. این مسئله این نیست که شما آیا میتونین به اون آدم حتما کمک کنین یا نمیتونین کنین. اولین نکته شنیدن اون صحبت است. شنیدن یعنی چی؟ یه تمرین کوچیک راجع به شنیدن. من میام به شما میگم که من از این لیوانه اصلا خوشم نمیاد، خیلی دارم با این لیوانه اذیت میشم، شما چی میگین؟ برای اینکه بشنوین حرف من و از اینکه گوش میدین میگین نازنین پس من اگر تکرار کنم مطمئن بشم که موضوع رو درست فهمیدم، تو از این لیوانه خوشت نمیاد و با این لیوانه مسئله داری؟ حالا سوالم اینه که این لیوانه دستش رو دوست نداری؟ جنسش رو دوست نداری؟ چی رو دوست نداری؟ و یواش یواش مسیر شنیدن حرفای آدم ها رو پیش بردن و این لایه ها رو باز کردن. توی اون لایه باز کردن چند تا اتفاق ممکنه بیفته. اتفاق اول، ممکنه شما وقتی لایه ها رو میزنید که نه، همون آدم خودش به ذهنش یه سری چیزا برسه که بتونه بره اون مسئله ها رو حلش بکنه، پس بهش کمک کرد. لایه دوم، ممکنه شما یه سری چیزا به ذهنتون برسه به اون آدم بگین. و لایه سوم، شاید شما بتونید یه پروژه مشترک و یه کار مشترک با هم تر. و این به شدت تاثیر داره رو این که من یه اعتقادی همیشه داشتم و دارم. توی فضای یه تیم 5 نفره دقت کنین، لطفا برین داخل تیماتون فقط نگاه بکنین، یه سری آدم هستن، فرض کنیم ما 5 تا کارشناس، هر کسی از چه داخل تیم چه بیرون تیم، یه نازنین هم هست اونجا مدیره، 5 تا کارشناس میبره، یه نازنین هست، آدم ها میان، یه پریسایی هم داخل اون تیم کارشناسی، آدما میان از بیرون، همه میان سراغ پریسا سوالشون می‌پرسن، آدمای داخل تیم میان از پریسا سوالشون می‌پرسن، نازنین که مدیر میاد از پریسا سوالشون می‌پرسن. و من همیشه گفتم و اعتقاد دارم پوزیشن مدیریت و رشد و اون ستارهه خودش اتوماتیک ایجاد میشه. شما وقتی یه تیم رو از دور نگاه می‌کنی، اون آدم خودش چشمک می‌زنه. روزی که من پریسا رو مدیر بکنم، آدم ها شاکی نمیشن که آهای چرا پریزا مدیر شد، به ناحق ما که ترکونده بودیم فلان، من اصلا سپریزا خودشش رو اثبات کرده. این جنس آدم ها که آدم های دیگه همش بهشون رجوع میکنن، خودشون توی این تمرین هایی که توی این ویدیو داریم صحبت میکنن، خودشون اثبات کردن به خودشون، به تیم بغلی، به همکاراشون، به فلان. بنابراین حالا تمام اون مطالبی گفتم، از جمله مطلب آخر وقتی میگم یار بقیه باشین، وقتی که یار بقیه باشین بشنوین حرفا رو، کمک کنین تو مسیر اون کمک، هر چیزی که هست، شاید حتی فقط درست شنیدن، درست گوش دادن باشه، کمک میکنه که شما خودتون اتوماتیک پوتنس شدی، خودتون رو مدیر اون تیم دارین پیش میبرین، نفر بعدی رو توی تغییرات سازمانی کسی دیگه فکر نمیکنه که نازنین یا نفر بغل دستیش، پریسا یا نفر بغل دستیش، در جمعه آقا پریسا اصلا یه تیم قبولشه، یه شرکت قبولشه، یه سازمان قبولش داره. پس این موضوع بسیار مهمیه. من مطمئنم همه شما ریکوست هایی دارین میگیرین از تیم بغلی، از همکاراتون، از این ور، از اون ور، از کنار اینا مدل سنگ قلاپی نگذارین جوابش بدم. اه خسته شدم چقدر یه سوال میپرسن، اه بابا تو جوابشو بده، آی نمیدونم تو رو خدا این کار رو نکنه، اینا اونگاه به خودتون یه سه بمبا بستین، این بمبا رو دونه دونه دارین میتره کنین. موضوع بعدی موضوع ادپتبل بودن، یعنی ادابته شدن، انعطاف پذیر بودن، همراه بودن. بچه ها سازمان تیمی موجود زنده است، یه روز حالش خوبه، یه روز حالش بده، یه روز حالش خوبه، یه روز حالش بده، این یک واقعیت واقعیه. پس یک موجود زنده است، این موجود زنده نبضش میدونه تند و کند بزنه. حالا مهم اینه که توی اون روزی که کند میزنه یا اون روزی که تند میزنه یه سری اتفاقات داره میفته، من چقدر اون اتفاقات هم. چقدر دلسوز اون اتفاقات هم، چقدر شب و صبح دارم خودم رو میکشم که این اتفاق بیفته. و ما دنبال اینجور آدم هاییم و ما دنبال اینجور تغییریم. اگر میخوایمشون باید با اون تغییرات سازمان، تغییرات تیم بالا پایین برید. اگر مدیرتون حالش بده، هم تیمیتون حالش بده، تارگت ها نخورده، فضا مچنجیه، فضا اصلا هرچی شلوغ پلوغه فلان، ول نکن آقا من یا علی من قرار دارم ببخشید باید برم. یعنی چی؟ یعنی یکی داره میسوزه روی گاز تا
دارن همه بودو 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 بودو، شما ساعت 12 میای سر کلاس، ساعت 5 هم کیفتو برمی‌دین. بابا اونا نیاز به کمک دارن، اون سازمان نیاز به کمک داره، اون نیاز به هم تیمیش داره. شاید اصلا فقط حضور شما و دلگرمی و نمیدونم همراهی کردن اینا خودش کمک باشه. مطمئنم خیلی هاتون هم این خصوصیات دارین. من خیلی دیدم، به خصوص تو بچه‌هایی که تازه شروع به کارشونه با انرژی من، این فضا رو دارن. این فضا رو باید نگه دارین. قرار نیستش که حتما هر روز یکی بیاد هی بیاد از شما تشکر کنه که شما این فضا رو نگه دارین. این فضاها خصوصیات شخصی آدما برای رشدشونه. موضوع بعدی، توی کارهای تیمی، توی یه تیم، توی پروژه‌های مشترک باید خودتون مسئول بدون. پروژه خراب کاری شد، این بخشش من بودم، یا من میتونستم بهتر عمل کنم. نقش برداریم، پررنگم نقش برداریم. کسی از این که یکی دستشو بالا کنه بگه آقا ایراد از من بوده، کسی نمیره اونو بکشه. اتفاق میگن آها این آدمی که دلش سوخته مسئولیت پذیره، بوده پای پروژه، به هر دلیلی دلیور نشده، دمتم کرد. و در نهایت قضیه مهاجرهای بعدی بچه بحث اینتگریتی و صداقت، این خصوصیت شخصی و فردی آدم هم هست، اما توی تیم خیلی بولد میشه. به اون فضای کمک به تیم، هم تیمی کمک میکنه، به فضای چی میگن، به فضای همکاری و ساپورت کمک میکنه، به فضای ارتباط با مدیر کمک میکنه، به همه فضا کمک. اینتگریتی یعنی چی؟ یعنی یک پارچه بودن، یعنی اون چیزی که من فکر میکنم، با اون چیزی که راجبش حرف میزنم، با اون چیزی که عمل میکنم باید یکی باشه. آدم هایی که انتگریتی و یک پارچگی دارن از فضای حاشیه به دورن، چون تو نمیتونی فکر کنی که مثلا من میگم این مشکیه، بسته به اون شرایط که الان پریسو داره چی کنم، میگم بابا این که مشکی نبود، اینم هی میگه این مشکی، هم تزنم که این مشکیه، بعدم میرم به اون یکی میگم بابا اون صورتی بود و این دروغ میگفت و فلان. اصلا نابوده این آدم، این آدم رو هیچ وقت نمیتونی درست باش کار کنی، این آدم نمیتونی بهش اعتماد کنی. اینتگریتی صفر و یک نداره ها، خب یک رنجه. همه ماها از جمله من، تک تکمون باید روی زیاد شدن این میزان اینتگریتیمون کار کنیم. دفعاتی که ما آدم های اینتگریتی خیالمون راحته، حرف درست رو زدم، کار داره چقدر شده بارها شما خواستین یه چیزی رو بگین، هی به خاطر مصلحت این حرف اون، آ اینطوری نه، اگه اونطوری بشه، خشفی حرفه رو زدی و با یه نفس همه آخه چیزی که فکر میکردم و گفتم، برای اینکه بحثش تو نتیجهش اتفاق بیفته. اما آدم ها میتونن بهتون اعتماد بکنن، آدم ها میتونن روی شما حساب کنن. و این به نظرم برای خود من توی زندگی شخصیم، توی زندگی کاریم، یکی از بزرگترین المان ها بوده و خیلی سعی میکنم هی اینو تو خودم تقویت کنم. ایراد بسیار دارم، مسئله خیلی زیاد دارم، اما همیشه پس ذهنم هست نزن خراب کاری نکن. ممکنه یه جایی بترسیم، ممکنه یه جایی مصلحت باشه، ممکنه یه جایی چیز باشه، اما باید اون آدمی باشیم که بشه بهش اعتماد کرد و آدمی که تمام این در حقیقه سه تا رکنشون با هم دیگه میخوام. خلاصه به تمام این داستانها رو گفتم. ویدیو قبلی و سکر میگم راجع به فردی بود، تو این ویدیو بیشتر راجع به من در یک تیم صحبت کردم. خواهشی که ازتون دارم، اولا قرار نیست همه اینا رو تیک شما بزنیم. اگر تیکشو زدین دم شما گرم، من خیلی خوشحال میشم. اما اگر تیکشون رو نزدین، سعی کنین تیکاتون رو بیشتر بکنین، قدردان آدم ها باشین، با آدم ها همراهی بکنین، همدلی بکنین، بشنوین، سعی کنین با هم مسئله رو حل بکنین. در نهایت این بازی و این زندگی موفقیتی وای نستدی که من بودم بهش برسم، بقیه هرچی. موفقیت در کنار حال خوب آدم ها ایجاد میشه، کمون که در جامعه ای که حال آدم ها بد باشه، هر چقدر من حالم خوب باشه احتمالا برم توی خیابون حالم اونجوری که باید شاید خوب نیست. و در مورد هر کدوم از این موضوعات اگر دارم اشتباهی کردین، چون قبلا پرسیده شد توی ویدیو قبلی، ایرادی نداره بچه ها، امروز میتونیم بازی رو برگردیم. 50% برگردوندن بازی اینه که اقراق بکنیم، میگه آقا من تا الان این کار میکردم، الان متوجه شدم این کار مسیر غلطیه، مسیرم رو دارم تغییر میدم. و اگر دیدین تعجب نکنین، نازنین خواب نما شده، نه نشده، نازنین آگاه شده و میخواد تو مسیر بهتری حرکت بکنه. باز هم خیلی متشکرم، ممنونم، مرسی از فیدبکاتون. من هی دارم سعی میکنم که خوردین برنامه رو مرتب کنم، مطالب رو به موقع درست تهیه کنم. یه سری گفتن که لطفاً این پادکست بشه،
قراره که سهیل علوی به من کمک بکنه. من بلد نیستم، من فقط یه گوشه یه پایه دارم کماکان، اما سهیل گفتش که کمک میکنه که این در فاز پادکست هم منتشر بشه. خیلی ممنون از اونهایی که پیام دادن و سعی میکنن کمک کنن که ادیت ویدیو، میدونم من کندم عقبم، ببخشید پیشاپیش. امیدوارم که از مطلب لذت برده باشین، به هم کمک کنین، به هم بگین دوست دارین چی بشنوین، چیا مسائلتون هست. من از خود شماها مطالب رو میچینم و سعی میکنم چیزهایی رو بگم که توی مسیر کار بهتون کمک میکنه. امیدوارم تو مسیر کاریتون، تو فضای پرچالش امروز ایران، هر روز یه قدم رو به جلو حرکت بکنین. خیلی متشکرم، ممنونم، خدا نگهدار.